خداوندگار دنیا را آزاد بیافرید و آزادی را بر آفریدگانش رایگان بیاورد. در برابر این بخور و فراوانی، نه تعظیم، نه تکریم، نه طاعت، نه عبادت هیچ نخواست و هرگز نخواست. هر که به مقدار درکش در قلبش خودش خدایش را دوست می‌دارد و عشق می‌بارد، کم و بیشش رد و قبولش به شیادی ربط ندارد. در طول تاریخ سارقان زیاده خواه برای رسیدن به ذهنگاه جسمی و جنسی خود، مردم را با نام خدا به کام خود خام نمودند و از خود بی خودان را با حقه رسیدن به خدا به بردگی خود رساندند. این بردگی به دست خلقونی تبدیق بگشت که خودشان خدای زمینی بسازند. عده‌ای بفهمیدند و بسیاری هنوز نفهمیدند در چه باطلاقی فرو رفتند. هر که به این بت ها اعتراضی کند، سزایش اعدام، زندان، تجاوز، قطع عضو، ترور، شکنجه های دیگر که تا امروز ادامه دارد. حقیقت در برای ادیان و سیاست خونین بسیار است. پس از پیروزی میگویم تا به خشکت ریشه خرافات و بمیرد دیکتاتوری و ببرد بند بردهداری. دنیای مدرن بردهداری 4 مدل زندان دارد. دیواره علمی این زندان ها را میشکافیم تا روشنگری شود. شاید خودتان هم زندانی باشید. زندان سزامیان، مادونیتیان، اوهامچیان، ایلومیناتیان. زندان سزامیان شامل کلیه جرائم قضایی، اقتصادی، سیاسی که لازمه هر حکومت برای برقراری امنیت شهروندان و عدالت عمومی می باشد. اما در حاکمیت اسلامی ایران جای حبس قاتلان کارنوالی و مفسدان اقتصادی که مسبب ننگ کشور و رنج و فلاکت مردم می باشند، معترضان و مدافعان و حقوق شهروندی را به دستور رهبری زندقه اسیر کردند. شرایط زندان سزامیان بسیار بغرنج و غیر انسانی می باشد. فردی که به خاطر بیکاری و نداری یا حقوق موفقه اعتراض می کند، بلافاصله با حمله وحشیانه اطلاعات واجاب و سپاه داعشی دستگیر می گردد و پس از پرونده سازی و شکنجه روحی و جسمی وارد زندان چرکین اسلامی سزامیان می شود. اصل 36، 38 و 39 قانون اساسی خودشان، همچنین ماده 8 و 169 آیین‌نامه اجرایی زندان‌هایشان که هیچ کدام به منظور احقاق حقوق و کرامت انسانی زندانیان اجرا نمی‌شود، هیچ علاوه بر تحقیر و تهدید از این زندانیانی که بسیاری به خاطر فقر و افلاس محبوس گشته‌اند نیز درآمدزایی می‌کند. در یک اتاق 20 متری سوای مشکلات داخلیش بیش از 10 نفر که 8 نفرش موادی و سیگاری هستن یا می شود مجبورن با قیمت بالا تهیه کنند، یا تلفن ضروری غیر روزهای تلفن با مبالغ آنچنانی شدنیست. بماند که از بیکیفیتی غذا 90% خوراکشان را از مارکت زندان گران گران می خرند. خانواده های دردمند زندانیان با سختی پول و بعضی از اقلام را می رسانند. اگر نرسانند، شرایط جبهی زندان عزیزانشان را با حس سرفکندگی تسلیم کارهایی می کند. باورتان بشود که این رئیس حرامی قوه قضاییه و زندانها سود میلیاردی از زندانیان مظلوم بر جیب میزند. زندان مادونیتیان، بردگانی حقیر که در این زرق و برق موقعیتی هیچ اختیاری از خود ندارند. هر غلطی صاحبشان بگوید میکنند. بسیاری هم مانند حیوانات نادار افکار انسانیت را میدرند. آن مامور بردهی که به دستور آخوندکی خرف بر مردمش شلیک میکند، بهتر از ما میداند این کار انسانی نیست و در حفظ بقای عمر ملایان اسلامی است. اما با قلاده نامری در بند مادونیتیان از انسانیت دور گشته. اطلاعات، بسیج، سپاه، وزرا و مسئولینی که به خیالشان مقامی دارند، حقیرانه بردگی پیر مردی خرافی را می کنند. آبروی برای خود و خانوادهشان در تاریخ نخواهد ماند. همچون وزیر بهداشت، بردهی که برای شادی دل رهبرش با بی‌اعتنایی به قوانین انسانی و سازمان بهداشت جهانی اصل نظام پزشکی را لگد می زند و جان میلیون ها ایرانی را به خطر می اندازد. این مادونیتیان خائن عاشق مقام بردگی است. غیر این بود استعفا می دهد، گرسنگی می کشد، اما به مردم و کشورش خیانت نمی کند. زندان اوهامچیان، خطرناکترین زندانی که با عمق وهم و خیال و اعتقاد و آیین بر ذهن آدمیان زنجیر می بندد. این اسارت بسیار رویایی و متعصب طراحی می شود که شخص با رضایت خیش آماده بردگی فکری، روحی، جسمی، حتی جنسی می گردد. دلالان شیاد سیاسی باستانی داستانی با سوء استفاده از باورهای اوهامچیان بر یک ملت حکمرانی می کنند و دیکتاتوری رونق می گیرند.
زندانیان و همچیان پیام‌آور جهل و خرافات، قتل و جنگ، فقر و فحشا، فساد و اعتیاد می باشند. وقتی دو فرقه دینی یا عرفانی درگیر می شوند، ای کاشا قبل مشاجره از خود بپرسند هزاران اعتقاد رنگارنگ و هزاران کتاب و رساله و طریقت در دنیا وجود دارد که هر کدام ادعای اتصال به خدا و خود را کامل می دانند. سوال این است، آیا خداوند دانا را شایسته این همه دستورات ضد و نقیض و داستانهای رنگارنگ می دانید؟ اگر آری که با شما اوهامچیان حرفی ندارد، اگر نه پاره کنید زنجیر بردگی را تا آزادی مبارکتان باشد. زندان ایلومیناتی. مدیریت این زندان از افراد مکار و تاثیرگذار بر جامعه جهانی گرچین شده تا ملتی را زیر سایه خواسته های خود خرد کند. تمرکز اصلیشان بر کشورهای مانند ایران که تزیه و تخریبش از قبل طراحی شده می باشد. برخلاف کسانی که ایلومیناتی را ضد دین می دانند، باید بگویم اتفاقا نقش اینان در پرورش دین و دیکتاتوری بسیار پررنگ می باشد، زیرا بیشترین سود مادی و معنوی را از کشوری می برند که چاه جهل و خرافاتش عمیق‌تر باشد. از آنجا که می دانند ایرانیان بسیار خلاق و شجاعند، اگر سرگرم جهل و دیکتاتور پرستی نشوند، دیگر هیچ کشوری در تی ام بیناک و تماچن و تولیدات مستقنی و غیره قدرت برابری با ایرانیان را نخواهد داشت. پس تا می توانند مردم ایران را با سیاست خاموش ایلومیناتی زیر سلطه دیکتاتوران فلج می کنند، تا جای اندیشیدن به پیشرفت عمرمان را در سیاست و رسیدن به آزادی هدر دهیم. مثال خودم جای قیام می توانستم هزاران جوان و نوجوان را از اعتیاد به سوی علم و ورزش هدایت کنم، اما نگذاشتم. تاریخ را ببینید، اولین زندان ایلومیناتی توافقی به توان کودتا، مجذورش تاجگذاری، ضبط در وامداری، مساویس با تحقیر مردم ایران، حضور مستشاران ایلومیناتی، تسلیه جزیره بحرین، مجوز تولید آخون. این جزر خفت و مذهب شاهانه انقلابی بود از مردمی ناچار رو به افور. دومین زندان ایلومیناتی مربع خمینی، آخون ضبط در جهل، مساویس با قتل عام ایرانیان، بخشش ثروت ملی به بقای عرب، خاک فروشی و ناموس فروشی رهبر فاحشه و زندقه تا دسترازی امروز چین و غیره. و سومین بازگشت به دوران حقارت و استعمار برای خوردن کامل ایران توسط تانجانت 45 تابع زاویه مثلثات ایلومیناتی می باشد. تانجانت 45 خارج نشینی است که در قبال پیام معرفت و صداقت ما چنگالش را بر علیه مردم مبارز قیام سفید تیز کرد. ایلومیناتی هم میداند دنبال چه کسی باشد. پدرانش سابقه نوکری و خانوادهش بی تسلط به ایران، اما این بار با قیام سپید از قلب ایران همه معادلاتشان برهم خورد. قدرت‌های جهانی از من یا هر کس دیگر از دل مردم با بانگ آزادی برمیخیزد میترسد. آزادی فقط حجاب نیست، من آزادی واقعی را برای مردم خود میخواهم. اینان علاوه بر بایکوتمان از شعاری که مردم می نویسند، ما با قیام سپیدیم نیز در هراسند. قیام سپید نه تنها بزرگترین نعب جمهوری اسلامی است، بلکه نعب باج دادن و تجزیه طلبی است، نعب جهل و میهم فروشی است، نعب رهبری و پادشاهی و دیکتاتوری است، یک اتحاد قدرتمند جهت آماده سازی لشکر واقعی مردمی است. اما منج بازان ایلومیناتی کاغذی توسط تانجانت 45 به دست ادهی دادند و سرگرمشان کنند و قیام را کم رنگ. چند وقت دیگر این کاغذ های بی نتیجه فراموش می شود، فقط قیام اصلی را به تعویق می اندازید و حاکمیت ملایان را طولانی و ایران را نابود. به تازگی هم بعد پیام 24 روم ما به تانجانت آموختند بگو پادشاهی نمی خواهم، تا هم مخالفانت را جذبت کنیم، هم رفته رفته می گوییم مردم می خواهند. تو وارثی، تو نمادی. درود بر روبا. آنایان سیاسی می دانند که نیم قرن سرگرمی و تمام تفرقه ها و دشمنی ها با نظارت گمنام تانجان می باشد. به گونه ای نشان می دهند که گویی هیچ کاره و مظلوم است. این تقلید و تخریب و طرفداران افراطی به او ربط ندارد، یا عیش و طربش را به حساب نزدیکانش می گذارند تا بگویند او که خودش نمی خواست مجبورش کرد. آری، کسی که اقتدار مدیریت اوضاع خود را ندارد، توانایی سیاست کلان کشورداری را دارد.
من چه بیهوده از او توقع اتحاد داشتم. شکم سیری که از فقر و گرسنگی فقط اسمش را بداند. میخواهم مبارزان را درک کند. اگر یک شب در تاریکی جنگل سرد و خرابه های متروکه میخوابید و با چند تکه نان هفته ها دوام میآورد و ماها بدون استحمام و در حسرت یک خواب راحت، شاید میفهمید با مبارزانی که هر آن در لبه مرگ ایستادن باید دوست شد. دشمنی با ما روا نیست. صدها فعال حقوق بگیر مجازی در استخدام خود دارند. متاسفانه با ملایان و رسانه های ناجوان مرد هم دست شدند و کارشان کمرنگ و دل سر کردن اتحادهای خود جوش مردم ایران می باشد. مثال یک کانال رسانه سلبریتی اگر از تانجاد نگوید و مطلبی از قیام سپید منتشر کند، لشکر سایبریش بسیج می شوند با هزاران اکانت ساختگی. چنان ادمین و تهیه کننده را می کوبند و می گویند تو دیگه چرا؟ مگه مزدوری؟ من فکر میکردم اینطور بودی. اون آنقدر جمله های روانی طراحی میکنن تا بی اراده ها جرأت حمایت از مردم ایران قیام سپیدشان نداشته باشد. یا پیامی مربوط به تانژانت باشد، زیرکانه هجوم میبرن به تعریف و تمجید با تحت تأثیر گذاشتن دهنبینان تا وانمود کنن تانژانت بسیار طرفدار دارد، اما نمیپرسن چرا در واقعیت کسی به فراخوانش محل نمیگذارد. چون یاران واقعی با مبارزان واقعی هست. دنیا می داند که اگر ما قیام سپیدی ها در این سال 1400 قیام نکنیم، دیگر هیچ بشری معجزه‌ای نمی تواند به داد ایران ما برسد. از این رو هر حقه‌ای به کار می برند تا قیام سپید دیده نشود. و تأسف بر کسانی که جای اتحاد وقت ما را با این دشمنی ها می گیرند. درکشان نمی کنم. فرصت طلبانی که می گویند سال 1400 پیروزی، نمیگوین این پیروزی مگر لوبیاست که خود به خود سبز شود. کمر ما دارد زیر سختی ها میشکند. خب منتظر چه هستید؟ 1400 است. تانژان، رسانه های ناجوان مرد، شروع کنید. میبینید از خارج و مجازی هم نمیتوانید، هرگز نمیتوانید. آنانی هم که میتوانند را نمیگذارید. جای آن کاغذ ایلومیناتی اگر قیام سپید را که فریاد یک ملت متحد است معرفی می کردید و بی خبران آگاه می شدند، ما هم زودتر قیام می کردیم تا ریشه رژیم اسلامی و چین را از ایرانمان بچینیم. من و سرداران قیام سپید این خطرناکترین کار دنیا را به خاطر مردم و کشورمان بر دوش کشیدیم. چطور وجدانتان اجازه می دهد بر ما خیانت کنید و بایکوت ما؟ تا که هر که مرد و اسیر شد طرفداری میکنید تا بازماندگانش طرفدارتون شود؟ آخ آخ آخ، از مبارزان واقعی و زنده و آزاد میترسید؟ دشمنان هم وقت قیام به ما خواهند پیوست. به خودتان بیایید، امروز مهم است. حمایت آن روزتان فرصت طلبی میشود. امروز فروردین 1400، صدای من به مرور در رگهای تک تک ایرانیان با غیرت بر علیه منفعت طلبان و تخریب چیان و تماشا چیان فریاد خواهد زد. مراقب باشید تاریخ خرابتان نکند. ما حرفمان یکیست. امسال قیامی به جرأت یک ایران شروع خواهیم کرد. زنده باد ایران و مردم با شهامتش. زنده باد قیام سپید و سرداران با شرافتش. تن قله های رفیع رهایی به میدان لل ارجمندی چارش سیاوش شوی چون به آتش درآیی. سیاوش شوی چون به آتش درآیی. گر به خون کشد شوی دشمن تو پیکرم، من ز دامنت چنان لال سر برآورم. شب یأس و طوفان طلوع سپیدم تو هستی، خوشم هم زمستان که تنها امیدم تو هستی. تو هستی تو هستی.
کشد شبی دشمن تو پیکرم، من ز دامنت چنان لال سر برابرم، بهترینم.